جمع شدن بساط آشوب و اغتشاش با به دام افتادن لیدرهای اصلی. این تصاویر ویرانی های اسلام شهر تهران پس از چند روز اغتشاش است. تصاویر بانک ها و پمپ بنزین های سوخته. و این روایت مردم این منطقه از شنبه و یک شنبه یه هفته گذشته است. پلاستیک و چیز آوردن مثل گذاشتن جلو باین آتیش بزنن، همسایه های اطراف باین نگذاشتن. اینا آدم های معمولی نبودن، یه لیدری چیزی داشتن که اینا رو شارژ میکردن، اینا یه جایی دستور میگرفتن. درست است، در این مواقع لیدری باید باشد که از اعتراضات و مطالبات به حق مردم سوء استفاده کند و بتواند آنها را به جاده های آشوب بکشاند. اما لیدر و راهنمای آشوب های اسلام شهر چه کسانی بودند؟ ما بیشتر این شروع عملیات دستگیری لیدرهای اصلی اغتشاشات چند روز گذشته در اسلام شهر تهران است. لیدر صاحب یک قهوه‌خانه بدون جواز است. قهوه‌خانه‌ای که در آن در این چند روز برای برپایی آشوب و برهم زدن امنیت نقشه می‌کشیدند و بعد از آن به گواه این تصاویر نقشه‌هایشان را اجرا کردند. بعد از دو روز آشوب هم از محل متواری شدند و هر کدام به جای پناه بردند. قهوه‌خانه چی در این گاوداری پنهان می‌شود؟ البته بعد از فرار قصد داشتند ردپای خودشان هم پاک کنند، اما خبر نداشتند که تحت نظارت و اشراف دقیق هستند. در نهایت یک تور اطلاعاتی فضا را برای خروج محمود صاحب قهوه‌خانه از گاوداری به اصطلاح سفید و سپس به یک مکان عمومی هدایت و دستگیر می‌کند. آخرین وضعیت محمود ما رو میگید؟ الان از مخفیگاهش در اومده، داره به سمت قرار نزدیک میشه. تخمین زمانی که برسه پیش ما رو دارید؟ تقریبا 10 دقیقه دیگه. آه انشالله 10 دقیقه دیگه داریم. حالا این فرد پس از دستگیری از نقش خود و قهوه‌خانه‌اش در آشوب‌های اوایل هفته گذشته میگوید. اینجا یکی از مخفیگاه‌های ارشدیه که طی چند روز گذشته سازماندهی می‌کرده شرارت‌های این منطقه رو و البته همینجا هم مشروب تولید می‌کرده. منم به کارگرم گفتم بچه‌هاشو بریز سری پشت در قهوه‌خونه هم قفل کن. حریف بچه‌ها هم جدی. همه چی یه دونه چاقو کمرشون بود. بودو بودو جبینو شبر رو برم بیرون پلاستیکش انداز کنم تو آتیش شیشه هاشو برداشتن. شیشه ها رو پخش کن اگه مثلا مأمور اومد بزنیدشون. اومدن تو قهوه‌خونه مست بودن. خب برگشتن بعد ستونی گفت حالا بریم اینو آتیش روشن کنیم اینا. نه. خودمون بعد از قهوه‌خونه تو رفتن تو خیابون. خب آره. خب آره. زلا قهوه‌خونه تو اومد بیرون. آره قمه نبود. دیدی همه قرار تو این قهوه‌خونه بوده؟ والا یه شب بچه‌ها اومدن هم چیکاری کردن دیگه. اینجا مست بودن قرار گوراشون رفتن بیرون. می‌خواستن برن بانگ آتیش بزنن و اینجور چیزا. پس از اعترافات محمود نوبت به دومین خط دهنده شب‌های آشوب میرسد. الو وای کجایی؟ کجایی دریا؟ ریختن گلسته خرطوخره. مگه چیکار کردیم که آخه بخوام ببرنمون؟ بابا اختشای سر نمیدونم بانکای نمیدونم تو اسلام شهر ما رو گفتم. وحید را در جاده تهران ثابت دستگیر میکنن. الان لباس چی پوشیده؟ الان رد کردی، الان رد کردی. الان رد کردی، ایستا. طبق سابقه کیفریش از اراذل سطح 1 در غرب تهران با سابقه سرقت، اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح. اما روایت دومین لیدر هم از شب‌های آشوب شنیدنی است. شب بعدش میام پشت اون بودم، دیدم دود مود داره از پشت از سمت خیابون میاد. بلند شدیم رفتیم جلوی این لاستیک انداختن تو آتیش و ما هم یه خود شلوغ کاری کردیم. یه نفر همین سوهل صوتی که میگم اومد گفت باید بریم بانک آتیش بزنیم. شیشه میجا به قهوه‌خونه محمود آوردیم و اینجوری پرت کردیم و محمود آورده بوده پرت کنید و پرت کردیم به ماشین پلیس. نمونه این مدل لیدری و خط دادن در چند روز گذشته در برخی شهرهای کشورمان دیده شد.
لیدرهایی که به خوبی برای چنین روزهایی آموزش دیده بودن. دو سال پیش بود شروع کردیم روی این بحث آموزش ها توی کانال های تلگرامی به وسیله دوستانمون، جلساتی داشتیم، بچه ها میمدن اونجا جمع میشدن، آموزش میدادیم. این آتش سوزی ها که میبینید آسون نیست، اینجوری نیست که به این راحتی آتش بگیریم. از یک طرف لیدرهایشان را آموزش میدهند و از طرف دیگر قصد دارند آنها را به جای مردم جا بزنند، همانهایی که از مطالبات به حق مردم سوء استفاده میکنند و با نقشه های قبلی اعتراض را به آشوب و اغتشاش تبدیل میکنند. اما صف مردم از آنها این بار با کمک تامین کنندگان امنیت و به خواست مردم زود جدا می شود. روزبهانی، باشگاه خبرنگاران جوان.